سلام به همه شما اساتید زبردست موشکافی. آقا خبر جدید رو شنیدی؟ نشنیدی؟ چطور نشنیدی؟ بابا آمانو گفته سیدعلی در حل مسئله هسته‌ای گام مثبت برداشته. اینها گام مثبت ایران در حل مسئله هسته‌ای. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه مقدماتی نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین با اشاره پرونده هسته‌ای ایران گفت اقداماتی که بر اساس برنامه مشترک اقدام توافق شده است طبق برنامه در حال اجراست. یوکی آمانو با تاکید بر اینکه ایران در چارچوب دوره موافقت شده 3 ماهه 6 اقدام عملی اولیه را اجرا کرده، پایبندی ایران به تعهدات رو نشون دهنده یک گام مثبت رو به جلو دونست. خب تمومه دیگه، اگه عزم و گام مثبت رو برداشته و اقدامات عملی رو رفته و خلاص زهر و آره و اینا، خب پس توافقنامه کولاک کرده دیگه. جدی میگم، باید توافقنامه رو طلا بگیرم. راستی چرا زرزر خامی نمیذاره مخالفای زهر خورون سیدعلی بیان تو تیویریش؟ خب میان 4 تا حرف میزنن، بعد معلوم میشه کار هیئت مذاکره کننده خیلی درسته. اون وقت قال قضیه کنده میشه میره دیگه. راستی این زرزری چرا خودشو انداخته تو اچل؟ منتقدانی که درخواست نقد توافقنامه ژنو در صدا و سیما را داشتن در نامه خود به سخنان اخیر رئیس جمهور در جمع اساتید دانشگاه اشاره داشتند و آگاهی از توافقنامه را جزء حقوق مردم خوانده بودند. البته زرقامی هم در پاسخ خود به تاکید رئیس جمهور بر ضرورت نقد حقوقی توافقنامه ژنو اشاره و پاسخگویی را حق منتقدان دانسته است. این چه مسخره بازیه؟ اونا میگن مناظره میخوای، اینم میگه حق منتقدانه. از اون طرف خود کوسه‌چی ها میگن ما طالب مناظره ایم. آی نفس کش. در رسانه ملی چرا باید تضارب آرا و عقاید و سلایق فکری مختلف از افتخارات نباشد؟ شایسته است که مسئولانی در این رسانه ملی در رأس امور باشند که شوراهای نظارتی برای آنان خاصیت امربری و تشریفاتی نداشته باشند، وانگهی ریاست برای آنان کیش شخصیت نشود. خب دوستان اینم از این. حالا سوال اینجاست که راستی چرا سیدعلی که رئیس تیوی ریشه زرزری رو اینجوری انداخته تو دردسر؟ جوابشو از موشکاف بشنوید. آقا جون ترس عظما از مناظره است. اصلا اسم مناظره میاد سیدعلی تب میکنه. با خودش میگه یه بار مناظره گذاشتیم قیام شد، تلسممون شکست. یه بار دیگه گذاشتیم از توش شیخ فری و زهرخورون بیرون اومد. این دفعه دیگه معلوم نیست چی از این مناظره بزنه بیرون. این مناظره ها به سطح خیابان ها هم کشیده شد، داخل خانه ها هم رفت. البته همینجا من عرض بکنم که این گفتگوها نباید به جایی برسد که تبدیل بشه به کدورت، به کینه. اگر این شد اون وقت اثر عکس خواهد داشت. بله، ترس سیدعلی از همین اثر عکسه. میترسه باز عکسش بره کف خیابونا و زیر کفشای همه. بله عکس عظما رو نگاه کن زیر کفشای همه، دو تا لنگاش رو هوا تو مایه زیر خمه. هی میگه میرم میجنگم با یه لشکر یه تنه، خودشم خوب میدونه اینا همش دود و دمه. والا دوده والا دمه، شریعت مداریه. حالا آخه بلا نشو، بلا بگیری گریگوری، وای خدا نگاه اما مشو. من میخوام بیام بازد، دوست دارم تو بگی زمانشو. اگه داری خفه میشی میمیری، یکی بکشه هوا کشو. تورید ان تصدر ولایت الفقیه، وای خدا ببین زمانشو. عظما میخواد چپ کنه واسه امامش، تب کنه بره منقل امامون.
اونجا رو مرتب کنه. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هیچکی عثمان نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ زیر دستان نفله شد، هیکلش را پله شد. وقتی اونو توی راه با می دیدیم یه چیزی گفت ما به بیشش خندیدیم. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هیچ کی عثمان نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ زیر دست با نفله شد، هیکلش را پله شد. رقصای ناب و شفاف